همین صدا و سیما قبل از انتخابات شروع میکنه دخترایی که دو تا موشون هم بیرونه و به قول خودشون شل حجابن و اینا شروع میکنه شون میده که ما رأی میدیم فلان اینا، وای وای جوانای ما میخوان رأی بدن و فلان کنن و اینا. انتخابات تموم میشه، کاندید مورد نظر فلان جناح رأی نمیاره، آقا دخترها رو نشون میدن، پسرها رو هم نشون میدن، اینا رفتن رأی دادن به این کاندیدا، اینا میخوان مملکت رو فساد کرده. ای بابا تو از کجا میدونی؟ بعضی از خیلی نکته مهمیه، این دختری که شما دارین میگین شل حجابه، این خانومی که شما میگین حجابش خوب نیست، آقایی که میگین نمیدونم تیپش فلانه اینجوری، از کجا میدونید دلش عزتش پیش خدا بالاتر از تونی؟ میایین مثلا نوید محمدزاده فلان شلوار رو میپوشه، هزار تا خود شبکه تلویزیون این مر اون مر فضای مجازی گیر میدن فلان میکنن. من میگم چرا ما خوش شدن دریاچه ارومیه رو نمیبینیم، گرد و غبار خوزستان رو نمیبینیم، این همه اختلاس و دزدی رو نمیبینیم، سیستان و بلوچستان رو نمیبینیم، جازموریان بچه هایی که شناسنامه ندارن رو نمیبینیم، کولبرای کردستان و صدای تیرشون رو نمیشنویم، اسید پاشی اصفهان رو نمیبینیم، بعد همه اینا رو نمیبینیم فوری میایم میگیم فلان هنرپیشه شلوارش پاره بود. ای وای آقا یعنی چی؟ چه اونایی که میخوان بعدها کاندید بشن، چه الان اونایی که رأس نظام هستن و چه اونایی که قرار بعدها بیان و میدونن که قرار بیان، ای کاش بیان یک کاری کنن با هم دیگه که مثلا بگن آقا 10 شب با زن و بچه بریم کرمانشاه، بریم تو چادر زندگی کنیم ببینیم اونا چی میکشن، 10 شب بریم خوزستان ببینیم آقا این گرد و غبار چه میکنه، 10 شب زن و بچه تو ببر ببینم وجودشو داری بری اونجا زندگی کنی، با پراید و سمند خودمون برو این برا اون بر، عید نرو شمال برو زابل، برو سیستان و بلوچستان ببینم میتونی بری اونجا زندگی کنی، مسکن مهری که درست میکنی مثل اون پل ورسکی که مهندس ساختش گفتش که رضا شاه گفت از زیر پل باد رد شی، اول خودت باد رد وایسی اونجا ماشین رد شد سقوط نکنه، برو تو مسکن مهر با زن و بچه 10 سال بمون اونجا ببینم میتونی زندگی کنی. ای کاش این اتفاق میافتاد.